چجور؟ دارن سواری ها رو میگردن، نمیدونم به خاطر شماست یا نه، ولی مشکوکه. بهتر برگردیم بریم جای پیناش. برگردیم بدتره، تو پاسگاه قبلی ما رو دیدن. اینجا بمونیم من بیشتر جلب توجه میکنم. را بفریم. ازتون چیزی نپرسیدن بفن کسی حرف نزنید. سلام. سلام. شما پیاده شید، مدارک شناسایی و کارت ماشین هم با خودت بعد و بیار پایین. فرهاد کمالی. اون خانمم که صندلی جلو نشستن مادرم هست. نابودونم دخترته. با همون فخرالدین میرجهان. اون خانوم هم که گفتی مادرته باید اکرم باشه. گزارش شده آدم کشین و مسلحی. چم سربان به ما میاد مسلح باشی؟ مثلا میخوای منو بگردین، کل ماشینم بگردین، اسلحه پیدا نمیکنین. ساواک پدرش رو کشته. ساواک؟ گزارش شده قاچاقچی موادین و آدم کش. نگفتن ساواکی بوده. ساواک پدر اون دختر رو دستگیر کرده و شکنجش کرده، بعدش هم کشته. الان هم دنبال خودشن. رای ما میخوایم از مرز ردش بکنیم. چون صاحب من همه سوزه هم صادقانه و شفاف به شما میگم، بهتون اعتماد کردم. همه جا عکس و مشخصاتتون رو پخش کردن. پاسگاه های بعدی هم عکساتون رو دارن. خیلی مراقب باش. جای تو بودم از بیراهه میرفتم. من بریم زودتر. چی شد؟ به غیر گذشت. هنوزم میشه به اینجور آدم ها اعتماد کرد. رو پروتیمون همه پاسگاه دادن. باید از بیرو هره بریم. شما حالتون خوبه؟ حق با داداشم بود. خوب شد همگی با هم راهی نشدیم. Thank you.
کی قراره بمونیم اینجا؟ حاج ملک میگه نهایتاً یکی دو هفته. شما برو اون خریدار رو بکن. من با اجازه مرخص میشم، فقط خواهشی که دارم اینه که اکیداً از این روستا خارج نشید. مردم اینجا مردم خوبی هم، با شما هم کاری ندارن، ولی بهتره یه مدت آفتابی نشین و به کسی هم نگید که اصلا به چه دلیل اینجا هستید. مثلا فک و فامیل حاج سلمان هستید، اومد اینجا یه آب و هوای عوض بکنید. خونه هم همه چی هست، اگر چیزی کم بود با حاج حسن میتونید صحبت بکنید. دخترم، بچه ها برید تو. ممنون حاج آقا. خواهش میکنم. اکرم خانم، این پیش شما باشه تا من برمیگردم دستتون خالی نباشه. لازم نیست حاج آقا، شرمندم کردین. بگیر اکرم خانم، شما مثل خواهر من، بفرمایید. آخه خیلی زیاده، مگه شما نگفتید چند روز دیگه از اینجا میریم؟ کاره دیگه، ممکنه سراغ منم بیان، یه چند روز این بر اون بر بشه، دستتون خالی نباشه. حاج حسن هم هست، اگر نیازی شد ایشون هم مثل برادر شما. خدا از برادری کمت نکنم. در مورد توبا هم خیالتون راحت باشه، به محض اینکه جا بیفته، آبا از آسیا بیفته، من میام خدمتتون رو ردتون میکنم. حالا اگر دیگه کاری نیست با اجازه من مرخص بشم. حاج آقا دلم پیش توباس. توکل به خدا بکنم، انشالله همه چیز درست میشه. اکرم خانم، یک بار دیگه تاکید میکنم، تا من نیامدم از اینجا خارج نشید. با اجازه شما من دیگه خداحافظی میکنم. خداحافظ. وقتی می اومدیم ایران فکر همه چی رو می کردیم غیر از این وضعیت رو. هیچ وقت هیچ کس نمی دونه چی براش مقدر شده. از تقدیر نمی شه فرار کرد. تقدیر این بود بیاین آقای منو به کشتن بدین بری. مرگ حقه، هیچ کس نمی دونه کی و کجا میاد به سراغش. نگهدار میخوام پیادشم. نمیتونم، ممکنه تعقیبم کرده باشن. میگم نگهدار. یکم صبر کنیم بریم جلوتر. بعد دارم خفه میشم. وایسا. فخردین، آفتاب نرسیده وسط آسمون باید بریم. این آفتاب منو یاد آقا میندازه،
یاد سر به سر گذاشتنش قبل از اینکه بفرستتمون مدرسه. این آفتاب یعنی من دیگه هیچ وقت رنگ اون خونه رو نمیبینم. آدم ها تو زندگی با درد و رنجاشون بزرگ میشن. اصلا کی گفت آدم ها با درد بزرگ شن؟ ارزش و اعتبار آدم ها به بزرگی درد و رنجاشونه. اگه جای من و پسرتونم عوض میشد باز این حرف رو میگفتی؟ تو هیچی نمیدونی دختر، خیلی چیزها رو باید بفهمی. اگه چیزی مونده که از گفتن شرمنده این باید همون موقع که هوا تاریک بود میگفتی، نه الان که چش تو چشمی. یه چیزایی بهتره تو دل تاریکی پنهون بمونه. با این حال اگه پشیمون شدی میتونم برید گردونم خونه. خونه؟ نه الان یه آواره. تا دیر نشده میتونی برگردی، اما خودت میدونی نام و نشون خودت و خانوادت همه جا پخش شده. اما بازم اگه فکر میکنی که خونه به ناحق ریخته شده، ای آقامه که داره منو میکشونه، راه برگشتی نیست. کجا موندین شما پس؟ رپورتمون رو به همه جا دادن، عکس و مشخصاتمون همه جا پخش شده. از پاسگاه بعدی هم دوتا سواری نظامی داشت میومد، مسلح بودن لکش بودن. بس بعد از بیراه بریم، از جاده خاکی و بیابون حتما ردمون رو زدن. من با ماشین شما میرم، میکشونمشون سمت خودم، شما یه جوری از بیراه برید. گیر نیفتی؟ نه سعی میکنم گیر نیفتم. بعد این دختر هم مرز ببرید، وسایل فقط از صندوق جابجا کنم. باش. بازار کساده، حجره حاجی. آره حاجی و پسرش.
شما چیزی از اون اسامی یادتون مونده؟ یادم مونده که همراهتونم دیگه. میشه لطفا اون اسامی رو به منم بگین؟ معلومه که نه. بگم که چی بشه؟ فقط میخوام بدونم محض احتیاط. میترسین بمیرم دستتون نرسه به اون اسامی؟ اون اسامی رو فقط شما میدونین، پس بهتر منم بدونم. نگم چی میشه؟ همینجا بلم میکنین به امان خدا. شما دختر، نه شما گوش کنین، من این اسامی رو زمانی بهتون میگم که من و خانوادم توی یک کشور دیگه توی امنیت کامل کنار هم باشیم. اگر فکر کردین قبل از اینکه خانوادم رو ببینم حرفی از اون اسامی میزنم، سخت در اشتباهی، حتی اگر رسیده باشیم عراق. این آقا میگه یه پاسگاه بین‌راهی جلوتر هست، یه احتمال ایست بازرسی هم داره. تو با بری صندوق عقب، من پشت رول میشینم. بگیر. از اون جاده فرعیه برو. خیلی خوب، خیلی خوب، نگران نباش. لازم نکرده. من واقعا شرمنده، ولی چاره دیگه ای نداشتیم. عادت داری، قبلا هم زندونیم کردی، هم من و هم آقامو. دست خودت نیست. میدونم حالت خوب نیست، ولی واقعا وقت نداریم. بعد زودتر سفر ماشین چی بریم؟ میام، ولی اول باید بگی اون شب چه اتفاقی برای آقام افتاد. واقعا الان جاش نیست، وقت نداریم. بشین تو ماشین. تا نگی قدم از قدم بر نمیدارم. بزن تو چی میخوای از جون من؟ آقای مود، ما باید با هم حرف بزنیم. تو خونه زندگی منو به این روز انداختی. آره شرمنده، خواهش میکنم، ما
اونیت با هم حرف بزن. شرمندم نباید و با شما اونجوری حرف زدم. میدونی من مضطرب بودم، نگران بودم، نگران ساک. اون ساک خیلی برای ما مهمه. چی تو اون ساکه؟ مواد؟ مواد کجا بود؟ یه سری مدارک مهم. پس لطفا به من بگین اون ساک کجاست. تو نگی تو اون ساک چی بوده، تو نگه کلانتری، نگی من چی کاره بودم. بگه میگم اصلا تو کی هستی؟ چی کاره ای که خونه مردم رو به همین راحتی میریزی به هم؟ خیلی خوب، اون ساک مال بچه های مبارز و انقلابیه. یه سری مدارک مهم توشه. پس لطفا بگین ساک کجاست. یه دروغه دیگه. دروغ نیست، اینو حتی حاج ملک هم نمیدونه. این ساک کجاست؟ چه مدارکی تو اون ساکه؟ اسم و مشخصات و نشونی یه سری از آدم های مهم حکومتی که با بچه های انقلابی و بیت آقا تو نجف در ارتباطن. اگه اون ساک بیفته دست سواک، همه اونا لو میرن و تیربارون میشن. پس جون خیلی ها درگیر به پیدا شدن اون ساک. از کجا معلوم راست بگی؟ شما که خودتون از اول تا آخر اون ماجرا کنار من و اون بنده خدایی که تیر خورد بودین. ما دست به جعبه‌های شیرینیتون زدیم، ما اومدیم توی مغازه‌تون، ما حتی کنار صندوق عقب اون سواری هم وای نستادیم. بس مشخصه که اون مواد نمیتونه مال ما باشه. مواد مال من نبوده، مال تو هم نبوده. من باید از اول میدونستم کار کدوم بی همه چیزیه. باید از اول میدونستم گره کارم کجاست. اون ساک اینجاست؟ شما که اینجا رو به هم ریختی. من تو همون محل قایمش کردم. فردا صبح با هم میریم. اگه اینقدر که میگی مهمه، میتونیم همین الان بریم. شما به من بگین کجاست، من خودم میرم پیداش میکنم. نمیتونی پیداش کنی. یه دقیقه واسه من به بچه ها بگم. شما به اندازه کافی تو در سر افتادین. به من بگین ساک کجاست، باید بریم پیش خانوادتون. مگه نمیگی جون کلی آدم گروه این ساکه؟ مگه نمیگی باید برسه نجف؟ من خودم باید باشم، نمیتونی پیداش کنی. الان برمیگردم. من آقا اصرار داشت بریم دنبال ساک که یه مامور رو سر رسیدن. تو مسیر تعقیب و گریز بهمون تیراندازی کردن. پدر تیر خورد. تر برو، دارم میان دنبالمون. اون هاشش حواسم هست. تون تر برو. بجون بزنش. این دارن تیر اندازی میکنه. سرتو بگی پایین. تون تر برو. بجون ایمان
گلوله خورد. تونتر برو، تونتر برو، بپیچ راست. عماد من دو تا راه بیشتر نداشتم، یا باید میرسوندمش بیمارستان که مطمئن بودم دستگیر میشه و بعدش هم شکنجه، یا میبردمش خونه ام تا خودمون ازش مراقبت کنیم، همون خونه ای که خودت اومدی. یه پزشک ماهرم آوردیم و تیر رو از بدنش کشیدیم بیرون. حالش داشت خوب میشد، نیمه بیهوش بود که تو اونو برداشتی از اون خونه بردی. اینجوری رشته کار از دستم در رفت. بعدشم که جهانگیر اونو تحویل مامورا داد. این حرفا چیزی رو عوض نمی کنه. من از اون خونه آوردمش بیرون، درست. جهانگیر تحویلش داد به ساواک، اینم درست. اما اگه سرکله تو زندگیمون پیدا نشده بود، الان هممون دوره هم بودیم، تو اون خونه کنار هم سر یه سفره. میدونم حرفم باور نمی کنی، ولی پدرتون شب خودش خواست با من بیاد. چند بار بهش اصرار کردم که جای ساکو بهم بگه، ولی نمیدونم وقتی فهمید که زندگی چند نفر به پیدا شدن اون ساک وصله، شاید پیش خودش فکر کرده یه کاری بکنه، یه قدمی برداره. آره، پدرت خودش خواست با من بیاد، ولی من میخوام جبران کنم برای خودت و خانوادت. خانوادم تو رو میبرم عراق، یه مدتی منتظر میمونم، اگه خبری ازشون نشود من برمیگردم ایران و با خودم میارمشون عراق پیشت، قسم میخورم. خیلی خوب، ولی قبلش باید تکلیفم باید روشن کنم. تو هیچ کس من نیستی، وانمود نمی کنی که نگرانمی، کاری به کار من نداشته باش، دوروبر منم نپلک، نه صدا تو بشنوم نه ببینمت، جفتش اذیتم میکنه. میفهمم، ولی الان چاره ای نداریم، وقت زیادی نداریم، پس برو سوار ماشین شو، باید بریم. چی بود؟ آقات کو؟ آقامو بردن. چی شد؟ خدا رو شکر فرار تونست از دست مامور رو فرار بکنه. یه قاچاقچی هم پیدا کردم که میبره تا اون اونور. مطمئنه؟ غریبه است، ترسیدم با آشنا اعتماد بکنم، گفتم ردمون رو زده باشن، فتوام اون طرف میاد دنبالمون میبرتمون. یه تماسم با تهران داشتم. خب؟ حاج ملک و رسول رو دستگیر کردن. خانواده دختره چی؟ فعلا خبری ازشون نیست. سواری رو باید بذاریم اینجا پیاده تا سر جاده بریم سواری وانت شیم. تو برو بیدار کن، فقط چیزی از ماجرای حاج ملک و رسول نفهمه. خیلی توبا جان، توبا پاشو، باید بریم.
کپیاشم قشنگ بگیر. کیاوش کوچیک نکن. خونه ریختی دم دم؟ بله خانم. هم چپ هم راست؟ بله خانم. خب گفتی که بلا دور باشه از زیازاده همسه؟ بله خانم گفتم. خیلی خب بقیهش بذار اینجا تا بهت بگم چیکار کنی. دست به جمع. برو ظرف هم حاضر کن. خب سایت بکش ببینم مرد شدی یا نه. آنی خانوم هم اومد. خودت اول نیستی. حرف اضافی نزن بابا. تو به ما رفتی. به ما هم به پدر بزرگت. اما اون به پدر شزدین رفته. رفیق بکش ببینم. چیک نبور دیگه. چشم. تو بکش. همسه جان حالا عزیزم باز که خون رو انداختی. سلام خاله. سلام قربونت برم من. سلام خوبی؟ دم در که پاتو نذاشتی تو خونا. ول کن این خرافاتو. بچم زیادی شب خواب بد دیده. تعبیر شگون نداره. باید بلا ازش دور بشه. اون بچه داره اون سر دنیا تو اروپا درسشو میخونه. ول کن این خرافاتو همسه. اگه به من بود که نمیذاشتم اول دلم جون بخوره. این چه کاری ها میکنین؟ پاشین وسیلاتون رو جمع کنین بریم خونه. من نمیام. امروزم قراره با دایی برم تیراندازی. لازم نکرده. خیلی خوب، خیلی خوب. دفعه دیگه میریم تیراندازی. حالا برید بچه ها. صد دفعه گفتم دوست ندارم بساتو جلو بچه ها علم کنی. میدونی که فخرالدین خوشش نمیاد. خب آنیه یه چیزایی مربوط میشه به رگ و ریشه های عربیشون. ما تو هم نمیتونیم تغییرشون بدیم. میدونی که آینده این بچه ها مال من و توه. اینا باید برن تو حزب، تو ارتش. شاید دست من باشه ولی دست تو نیست. خیال نکن میذارم این دوتا رو هم به زور مثل زیا بفرستی تو حزب و ارتش. یا به زور نرم، خودشان علاقه دار. فخرالدین راست میگه، این دوتا باید تو اون خونه باشن. اون خونه هم مال این بچه هاست. حالا به جای حمایت از فخرالدین بهتره یا بچه ها رو بیاری یا خودت با فخرالدین بری زیر یه سقف. تو لازم نکره واسه من تصمیم بگیری. فخرالدین واسه من فقط یه شریک کاریه و یه قوم و خویش، همین. تو هم علکی ما رو بهونه نکن، بگو دردم یه چیز دیگه است. درد من درد اصالته آمیه، درد اصالت. من خب دل خوش داشتم که نعیمه عروس اون خونه است، ولی خب عمرش به دنیا نبود. الان تو باید دست به جنبونی، باید خانوم اون خونه باشی. خانوم اون خونه. من چرتکه تو نیستم شیس. دوست ندارم جای قلم و دفتر و کتاب دست این بچه ها تیر و تفنگ و قلیون باشه. اشتباه میکنم. داری میری گوشت خونه از دلام بذارم ببری. بده بذارم توی ماشین. بچه ها چی شد؟ زود باشین. نه نمیشه، اگه خودم نبرم نحسیش نمیره، منم باشون میرم. آره نحسیش نمیره، برو. رسیدیم. یه پاسگاه بین مرزی همین نزدیکا هست. عجله کن. سلام مردن. سلام. سلام علی. چیش همین دونه رو بینید. سلام. بیر کمک کنید رو بزن سوهایی. دسته در. تو با دل رفتن ندارم. تا انقدر خونمون دور نبود. الان وقتی این حرفا نیست. منم خیلی سال پیش این راه تنهایی رفتم، ترک وطن کردم. ببین بجامل بجامل
اینجا کجاست ما رو برده؟ من اینجا رو نمیشناسم. میدونم. اینجا کجاست ما رو بردی؟ قرار روستای بالا بود. نمیتونیم، عراقی اونجا کمین کردن. من این اطرافو بلد نیستم، باید ما رو برگردون سر قرارمون. نمیتونم، تا حالا دوبار شرطی ها دستگیرم کردن. بیا تو با گشتی های عراقی دارن میان. کجا وایسا؟ فخردین عجله کن بریم، اینجا دیگه جای مونده نیست. بریم بریم. زیادم میاد. زیاده؟ نه یه ماشین. شما برو، من معطلشون میکنم. برو پیداشون کن. عطار رفت تو با خدا مرگم بده، داره تو تب میسوزه. شبین جون نمیتونیم بمونیم، هر چقدر بمونیم هوا گرمتر میشه. این گرما زده شده، خطرناکه، باید را بیفتیم. چیزی نمونده، باید برسیم با اون خرابه. بلندش کن، خطرناکه. پاشو پاشو بلندش کن شبین جون، بلندش کن. نمیتونه طاقت بیاره، چیزی نمونده. تو با سعی چیزی نمونده، میرسیم. دوست، دشمن، عشق، رقیب، خشونت، شک، اسلحه، خون. لیلا اوتادی، کیکاووس یاکیده، اولین حضور علی انصاریان. کلام